به خبر 21 خوش آمدید. پاره پیکر رسول اکرم جگرش پاره شد ای اهل عالم، حجر بسته دل شکسته دیده گریان یا رضا جان. قلب ایران امشب در مشهد و رضا می تپد. سوگواری مردم ایران در شب شهادت امام مهربانی ها علی ابن موسر رضا علیه السلام. میلیون ها زائر هم از دور و نزدیک خود را به حرم رضوی رساندند. به عشق امام رضا علیه السلام حاضرم در روز شهادتش. حاضرم 5 تا بیمار رو ترمیمش رایگان انجام بدم. 4 تا مادرم بی بزهت رو رایگان ماش بسلام. 20 عدد نان رایگان بسلام. من صلواتی کار کنم. قبل از اینکه شما به من بگید من این کار کرده بودم. رو چه شما میذارید؟ یا علی ابن موسر رضا. افتخار خادم رضا هستم. رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی، حمایت از قشرهای آسیب پذیر مبنای هر تصمیم گیری دولت خواهد بود. هر مداخله ما بخوایم بکنیم حتما باید اقشار آسیب پذیر رو ببینیم، به اجازه ندیم زیر دست و پا و یا اون چرخهای توسعه ما له بشن. تزلزل در ارتش اشغالگر و کنارگیری های پی در پی فرماندهان صهیونیست همزمان با بالا گرفتن اعتراض ها در سرزمین های اشغالی در پی ادامه ناکامی ها در نوار غزه و کرانه باختری. فرمانده نیروی زمینی ارتش اشغالگر هم استعفا داد. در گفتگوی ویژه خبری بررسی می‌کنیم چرا رژیم صهیونیستی پس از 11 ماه جنایت در غزه همچنان در برابر گروه حماس ناتوان مانده. گسترش اعتراض‌ها در سرزمین‌های اشغالی چه تغییراتی در میدان نبرد به همراه خواهد داشت؟ و کسب 2 نشان طلا و 1 برنز فرنگی کاران ایران در 5 وزن نخست پیکارهای جوانان جهان در اسپانیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند. در مصدر شما هستیم. مشروع خبرهای ساعت 21 رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. در شب سالگرد شهادت امام رضا علیه السلام، ایران اسلامی عزادار و سوگوار است. به گفته استاندار خراسان رضوی، تا کنون حدود 5 میلیون زائر خود را به مشهد الرضا رسانده اند و هر لحظه به شمار آنها افزوده می شود. بیش از 300 هزار نفر از زائران با پای پیاده خود را به مشهد رسانده اند و همچنان هزاران نفر هم در مسیرهای منتهی به این شهر هستند تا فردا در غم شهادت امام هشتم اقامه عزا کنند. امام هشتم دین خدای، امید اول و آخر مای، پسر فاطمه امام رضای. شب شهادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام است. وارث قربت آل عبای، پسر فاطمه امام رضای. صدها هزار دلداده عاشق از راه‌های دور و نزدیک به سوی این شهر مقدس آمدند تا در جوار حرم امام هشتم علیه السلام عزاداری کنند. تسلیت از مردم ایران هم. امام رضا خیلی مهربونه، رئوفه. امام یکی تو ایران خودونه، ما خیلی دوستش داره. هر سال هم شهادتش میه. اینجا قطعه از بهشته. عالم ز سوز قربتت ماتم سرار شد. از خیابان‌های پر از جمعیت تا صحن‌ها و رواق‌های حرم رضوی، زائران با دل‌های شکسته اما پر ایمان و امید به این صحن و سرا آمدند. جایی که همه ما را جواب کردند دکترها، ولی طبیب اصلی به ما عنایت کرد و آقا امیرعلی به ما داد.
بعد چند سال؟ بعد از 15 سال. این حرم حریم امن و آرامشه برای زائران، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. پررنگی عشقشون که تو قلب ماست، یه جورایی ما رو به سمت مشهد میکشونه. زائران ایرانی و خارجی همه با هم در این شب و در این مکان مقدس همدل و همراه شدند تا اتحاد میلیونیشان را به جهانیان نشان دهند. میلیون ها جمعیت که بینیم در اینجا حضور دارن، جز عشق آقا علی ابن مصر رضا شمس شموس هیچ دلیلی دیگه نمیتونه داشته باشه. به همراه خانواده هم از عراق اومدم و امام رضا رو خیلی دوست دارم. محبت اهل بیت مسلمان را متحد میکنه که به این جایگاه آمدیم، به جایگاه امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا با حضور میلیونی زائران در مشهد رضا همه مهیا شدند تا بزرگترین اجتماع عزاداران رضوی را همزمان با سالروز شهادت امام مهربانی ها برپا کنند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی. همزمان با شب شهادت علی ابن مصر رضا علیه السلام، آیین سنتی خطبه‌خوانی، شعرخوانی آیینی، مرثیه سرایی و شمع‌گردانی با حضور خادمان و زائران در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار شد. یا رضا جان، یا رضا جان، یا رضا جان، باره پیکره رسول اکرم، باره پیکره رسول اکرم. گرچه بر درد عالمی طبیب است، گرچه بر درد عالمی طبیب است، شیعان شیعان رضا قریب است، شیعان شیعان رضا قریب است. در قریبی کشته شد آن جان جانان، یا رضا جان، یا رضا جان. مشهد امشب یک ایران است و حرم رضوی قلب آن. برای اطلاع از حال و هوای حرم سامون الحجج و برنامه های امشب و فردا گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای رسولی. آقای رسولی، من خدمت شما سلام میکنم. خواهش میکنم بفرمایید آیا آماری دارید از ورود زائران پیاده و سواره به مشهد مقدس؟ اعلام بفرمایید و بفرمایید که وضع تردد در ورودی های مشهد و خیابان های منتهی به حرم رضوی چطوره؟ درود بر شما همکار گرامی و همگی شنوندگان و بینندگانی که صدا و تصویر بنده را از صحن و سرای امام مهربانی ها میبینند و میشنوند. بله، بیش از 300 هزار زائر با پای پیاده به مشهد الرضا مشرف شدند و آخرین آماری که تا الان به دست بنده رسیده، حدود 5 میلیون نفر زائر هم تا الان به مشهد الرضا از طرق مختلف مشرف شدند. خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی، خیابان نواب، خیابان امام رضا، خیابان تبرسی و خیابان آیت الله شیرازی هست که محدودیت‌های ترافیکی از ابتدای این خیابان‌ها در نظر گرفته شده و دو روز پیش به همه مجاورین و زائران اطلاع رسانی شده. اما اگر بخوام از برنامه‌هایی که در حرم مطهر رضوی برگزار شده و برگزار میشه خدمت شما عرض بکنم، باید خدمتتون بگم که امشب مراسم و آیین خطبه‌خوانی با حضور زائران و مجاوران و خدام این خانه پرنور در صحن و سرای امام مهربانی ها در صحن پیامبر برگزار شد. رئیس جمهور ما هم که امروز به مشهد مقدس مشرف شدند در این مراسم حضور داشتند و فردا در روز شهادت امام رضا علیه السلام بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء خدمت شما عرضم که خدام این بارگاه از خیابان نواب به سمت حرم مطهر رضوی شمع در دست مشرف میشن و آیین شام غریبان رو در صحن انقلاب برگزار خواهند کرد. اگر سوالی هست در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای رسولی، متشکرم از گزارش شما. آقای رسولی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مستقر در حرم مطهر رضوی. فوق‌العاده مدیریت برای مدیران بنگاه‌های زیانده ممنوع. رئیس جمهور در نخستین سفر استانی دولت 14 در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفت اختیارهای کافی بر اساس نقشه راه هر بخش به مدیران واگذار خواهد شد. رئیس جمهور در جمع فعالان سیاسی استان هم حاضر شد و شایستگی علمی و کارآمدی را دو ملاک مهم برای انتخاب مدیران ارشد و میانی کشور اعلام کرد. در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام، رئیس جمهور کشورمان در نخستین سفر استانی خود وارد مشهد شد. اومدیم خدمت امام رضا، پیمان ببندیم که اون راه رو گم نخواهیم کرد، اون راه رو خواهیم رفت انشالله به امید خدا. آقای پزشکیان پس از ورود به مشهد رضا هم بازدیدی از ایستگاه‌های صلواتی در مسیر زائران پیاده داشت. با اینکه خیلی زود نمی‌دونیم ولی الان ارادت بیشتر شد. خیلی خوش اومد. و هم مسیری را با زائران پیاده همراه و هم قدم شد. خیلی خوشحال بودم با عکس گرفتم. رئیس جمهور سپس در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در جریان دغدغه‌ها و درخواست‌های آنها قرار گرفت. تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی که بخش بزرگی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند، تک نرخی کردن ارز به جز کالای اساسی و دارویی. ما بنامون بر این مشکلاتی که سر راهه. آقای پزشکیان هم در پایان این نشست با تاکید بر اینکه همه باید در کنار هم و با چشم‌اندازی روشن در اقتصاد، تجارت و صنعت بسترها را برای تولید کنندگان و صنعتگران فراهم کنند. دولت‌ها وظیفه‌شون این بوده بستر رو آماده کنند که اونایی که تجارت می‌کنن، اونایی که تولید می‌کنن، اونایی که صنعتگران بتونن در امنیت کارشون رو انجام بدن، بعد مالیات بدن، مالیاتو میدن که ما امنیت برای شما ایجاد کنیم. رئیس قوه مجریه همچنین افزود هر اقدامی را که برای بهبود اوضاع کشور انجام میدهیم باید رضایت مردم در آن لحاظ شود. هر مداخله ای ما بخوایم بکنیم حتما باید اخشار آسیب پذیر رو ببینیم، به اجازه ندیم زیر دست و پا و یا اون چرخهای توسعه ما له بشن. آقای پزشکیان در بخشی دیگر از سخنانش گفت ما در آینده نزدیک به کشورهای مختلف سفر خواهیم کرد. مسائل و مشکلات خود را به ما بگویید تا بتوانیم با گفتگو و تبادل نظر مشکلات شما را در این حوزه رفع کنیم. با مرزهایی که ما داریم همین روند رو اگر در تجارت، در صادرات بتونیم بستر آماده کنیم، میتونیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و خیلی از مشکلاتمون رو میدونیم حل کنیم. رئیس جمهور در دیدار با فعالان سیاسی استان هم با تاکید بر توجه ویژه دولت 14 در ملاک شایسته سالاری در انتخاب مدیران ارشد و میانی کشور گفت هر کس بتواند گره از کار مردم باز کند و شایستگی علمی و کارآمدی بیشتری داشته باشد مورد انتخاب دولت وفاق خواهد بود. آقای پزشکیان با تاکید بر در پیش گرفتن مسیر وحدت و انسجام برای پیشرفت کشور افزود صرف نظر از تفاوت‌های قومی، طبقاتی، سلیقه‌ای و جنسیتی باید پناهگاه همه اقشار جامعه بود. رئیس جمهور همچنین بر پایبندی به چشم‌انداز سیاست کلی و قوانین جاری در کشور هم تاکید کرد. زیارت امام هشتم علیه السلام و حضور در مراسم خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا علیه السلام بخشی دیگر از برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به مشهد است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت این سازمان برای خدمات رسانی به زائران در بازگشت از مشهد به شهرهای مبدأ آمادگی کامل دارد. آقای شهرکی اضافه کرد اتوبوس به تعداد لازم برای شهرهای مختلف در بازگشت زائران تمهید شده. 10% از زائرینی که به مشهد الرضا مشرف شدن از طریق شقوق مختلف حمل و نقل و ناوگان سواری پلاک شخصی قطعا مراجعه خواهند داشت به سیستم حمل و نقل عمومی جاده ای و بخش بعدی هم زائرین پیاده هستند که به نوعی عرض حضور شما عزیمت داشتن به مشهد مقدس به شکل پیاده و در بازگشت بر اساس تجاربی که ما داریم در سنوات گذشته این عزیزان متقاضی استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی جاده ای هستند. به عشق امام رضا علیه السلام حاضرید در روز شهادتشان چه کار کنید؟ این پرسش خبرنگار ما از مردم بود.
به عشق امام رضا علیه السلام، به عشق امام رضا علیه السلام. حاضرم در روز شهادتش. حاضرم 5 تا بیمار رو ترمیمش رایگان انجام بدم، 4 تا آدم بی بزهت رو رایگان ماشون اسلام. صحن سرای علی ابن موسی رضا را دارو بزنم. تمام آقایونی که اسمشون رضا کار با شما به صورت رایگان ماشینشون شسته میشه. آقا علی ابن موسی رضا گردن من خیلی حق داره، من به خاطرش 8 تا تنظیم موتور رایگان انجام بدم. هزینه لوازم و تحریر 10 تا دانش آموز بی بضاعت رو پرداخت. 8 تا کار بدون اجرت به عشق آقا امام رضا انجام بدم. 20 عدد نان رایگان بزن. من صلواتی کار کنم. قبل از اینکه شما به من بگید من این کار کرده بودم. صد تا نون صلواتی به مردم بدم. روز قبل از شهادت امام رضا از دریافت حق فنی چشم‌پوشی کنم. قبول باشه ایشالله که مارم به طلبه. به عشق امام رضا حاضرم یه زندانیه که به وسم برسه رو آزاد کنم. به عشق آقا امام رضا حاضرم 3 تا گوسفند هدیه کنم به خیریه. 2 نفر رو که بی‌وظعتم با هزینه خودم بفرستم مشهد. همه شما گم. کسی که داره میره مشهد، مسافر مشهد هستن، بخوان برم من رایگان حاضرم ببرمشون. حاضری در بست در خدمت امام رضا باشی؟ خب ما هرچی که داریم از وجود ائمه داریم. چرا حاضری برای امام رضا هزینه کنیم؟ مدیون مهربونی های آقا هستم. تو امام مهربونی هاست، ما هم مهربونی ازش یاد بگیریم. ما زندگیمونو از امام رضا داریم. والا من از بچگی خیلی عاشق امام رضا بودم. من اصلا خودم یادم میاد بیمه آقا امام رضا هم. من هرچه دارم از امام رضا است، شخص خودم. ما قلبمون واسه آقا امام رضا میتپه. ما یه هدیه هم داریم از سمت امام رضا برات. بفرما. نوکری امام رضا باعث افتخارمه. خادم الرضا. رو چش اون می‌ذاریم؟ یا علی ابن مصدزا. نوکری آقا را می‌کنم. افتخارمه. با افتخار خادم الرضا هستم. خیلی من. اینکه می‌خواستیم اونجا حرم سلطان خدمت کنیم، اینجا خدمت می‌کنیم. دستاتونو بزنین رو سینه‌تون آقای دکتر و از همینجا السلام علیکم. یه بغضی که نمیتونم چیزی بگم. السلام علیکم. موچی که تمام رضا به داده همه برس. همین ما دلتنگ. این که دلمونو بارین اونجا لذت بارین. قربون آقای امام رضا برم که هر کسی میره داخل حرمش سبک برس. و شما حاضرید به عشق امام رضا چی کار کنید؟ که تویی معاون اول رئیس جمهور در آیین تکریم و معارفه وزیران پیشین و فعلی ورزش، تقویت و حمایت از ورزش‌های سنتی و ملی را وظیفه همه دانست و گفت نباید با بی‌توجهی از سلامت جامعه غافل شویم. هر سه زمینه ورزش‌های، حالا من بگم چهار زمینه بهتره، یه زمینه شده نمی‌خوام تو این دسته‌بندی بیارم، ورزش‌های سنتی و ملی ما که اصلا تکلیف هممون هست، تقویت اونها، حمایت از اونها که فرهنگ سازند ورزش‌های
ملی ما واقعا باید به طور جدی عنایت بشه. وزیر سابق ورزش نیز در این آیین با ارائه گزارشی از افزایش سرانه ورزشی در کشور خبر داد. الان من به صراحت اعلام میکنم سرانه ورزشی که تا دیروز میگفتن کمتر از نیم متر مربع است، بالای دو متر مربع است، بدون در نظر گرفتن فضای ورزشی اختصاصی خود مدارس. وزیر جدید ورزش هم متعهد شده بخش جوانان و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را در اولویت کارهایش قرار دهد. مهمترین بحث اونه که ما اون بخش جوانان رو در واقع باید برجسته بکنیم و حال بحث جوانان توصیه های مقام معظم رهبری اسناد بالادستی برای ما خیلی مهم هست. این که در حوزه ورزش، موضوع ورزش همگانی، ورزش دانش آموزی و همچنین ورزش قهرمانی برای ما بسیار حائز اهمیت هست. در پی انتشار مطلبی موهن از سفارت استرالیا در تهران در شبکه‌های اجتماعی، سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شد. رئیس اداره منطقه وزارت خارجه کشورمان با اعتراض شدید به سفارت استرالیا در انتشار این محتوای هنجار شکنانه، این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را موهن و مغایر آداب و فرهنگ ایرانی اسلامی دانست. این مقام وزارت خارجه همچنین بر جبران شایسته این اقدام و پرهیز از تکرار آن تاکید کرد. رئیس اداره منطقه وزارت خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه این اقدام مغایر حقوق بین الملل و کنوانسیون دیپلماتیک است گفت تاریخ روابط خارجی ایران نشانگر حساسیت بالای افکار عمومی و واکنش آنان به چنین رفتارهای هنجار شکنانه است. سفیر استرالیا هم با تاکید بر اینکه قطعا تعمدی در اهانت به مردم و ارزش‌های جامعه ایرانی نداشته اطمینان داد موارد نگرانی و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران را به پایتخت کشورش منعکس خواهد کرد. سفیر استرالیا با انتشار تصویری در فضای مجازی از منحرفان جنسی حمایت کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه دولت مردان انگلیس را شریک جرم نسل کشی در غزه دانست. آقای کنانی با انتشار پیامی به مناسبت روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس با اشاره به نقش لندن در ایجاد رژیم صهیونیستی نوشت انگلیس اکنون هم با حمایت از تل آویو در کشتار جمعی و مهنت و آوارگی فلسطینیان ساکن غزه و کرانه غربی شریک است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی یادآور شد رفتار سلطه‌جویانه و تلاش برای ادامه آن ایجاد تفرقه و نهادینه کردن چالش و بحران در موضوعات مهم منطقه‌ای به ویژه مسئله فلسطین فصل مهمی از سیاست استعماری انگلیس در غرب آسیا است. کاردار سفارت انگلیس در تهران به دنبال اعمال تحریم‌های اخیر این کشور علیه 3 فرد و 1 نهاد ایرانی به وزارت امور خارجه احضار شد. در این احضار مراتب محکومیت این اقدام که مغایر با سیاست‌های ادعایی دولت جدید انگلیس مبنی بر تمایل به تعامل و همکاری است اعلام شد. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه همچنین خطاب به کاردار انگلیس تاکید کرد بزرگترین منع ایجاد ناامنی در منطقه رژیم اشغالگر صهیونیستی است که مورد حمایت همه جانبه مدعیان ثبات در منطقه از جمله انگلیس قرار دارد و حمایت این کشورها از نسل‌کشی فلسطینیان و تلاش آنها برای بی‌کیفرمانی نتانیاهو جنایتکار جنگی اساس بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است. روز 333 نسل کشی در غزه. صهیونیست‌ها از صبح امروز 43 فلسطینی دیگر را به شهادت رساندند. منابع میدانی از حملات متعدد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه از زیتون در شهر غزه خبر می‌دهند. ساعتی پیش جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با بمباران یک ساختمان مسکونی در از زیتون شماری را زخمی کردند. 5 نفر از زخمی‌ها کودک هستند که حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده. بمباران یک دانشکده در شمال شهر غزه هم دست کم 2 شهید و 30 مجروح بر جای گذاشته.
منابع میدانی همچنین گزارش دادند صهیونیست‌ها با تیراندازی به یک کشاورز فلسطینی در بیت لاهیا در شمال نوار غزه او را به شهادت رساندند. گزارش‌ها همچنین از کشف پیکر دست کم 10 شهید در شهرهای جنوبی غزه از جمله خان یونس و رفح حکایت دارد. بیش از 330 روز موشک باران صهیونیست‌ها در غزه 122 مدرسه را ویران و بیش از 800 هزار دانش آموز را هم از تحصیل جدا کرده. کودکان غزه اگرچه از تحصیل در مدرسه محرومند، اما در این جنگ در بیمارستان‌ها کنار پزشکان پای کلاس درس نشستند. مدرسه‌ها در دنیا این شکلی‌اند، پر از جنب و جوش و بازی بچه‌ها. بچه‌هایی که هر کدامشان در حوالی 12-13 سالگی سودایی دارند برای درس و مشقشان. اما ماجرا در این باریکه در حاشیه مدیترانه جور دیگری است. نه خیلی خبری از مدرسه هست و نه خبری از دانش آموز. بچه ها در این سرزمین که اسمش برای همه ما آشناست، در غزه، در همان 12-13 سالگی جور دیگری زندگی می کنند. یکی از این بچه ها زکریاست. یک پا پرستار شده برای خودش. دوست دارد پزشک شود. حالا شاگرد بیمارستان الاقصای غزه شده در همان 12 سالگی. زخمی ها رو میاریم و میبریمشون اتاق عکس برداری. میمونم و کمکشون میکنم و براشون پتو میبرم. همه چیزو از دکترها یاد گرفتم. زکریا حالا هم بلده از آمپول ها را آماده و هواگیری کند، هم رگ مریض ها را بگیرد. پسر به خدمه آمبولانس ها کمک میکنه. اون با اونا به مناطقی که بمباران شده میره و به زنده ها و زخمی ها کمک میکنه و به امدادگران برای رسوندن اونا به بیمارستان الاقصی کمک میکنه. وسط این کمک کردن ها آرزوهایی هم دارد و البته دلتنگیش برای مدرسه و رفقایی که برخی هایشان دیگر نیستن. تا وقتی که برگردیم به خونه هامون و آتش بس بشه و جنگ تموم بشه ادامه میدیم. دلم برای مدرسه و معلمم تنگ شده. دوست دارم مثل بچه های دیگه کشورها ما هم در صلح و آرامش و آزاد زندگی کنیم. خدماتی که تو داری انجام میدی خیلی از کشورهای جهان قادر به انجامش نیستن و تو قابل احترام و قدردانی هستی. از این زکریاها در غزه کم نیست. یکی دیگرشان یزن 13 ساله است، اهل خان یونس. او هم به جای اینکه سر کلاس هفتم باشد در یک بیمارستان کار میکند کنار مادر پزشکش. شرایط واقعا سخته. غزه دیگه اون غزه‌ای که بود نیست. کسی تو شهر نمونده. مردم بر اثر انفجار تکه تکه میشن. تصویر زندگی برای زکریاها و یزنها در غزه اگر در فیلم‌های سینمایی به نمایش درآید، دیدنش برای بچه‌های همسن زکریا و یزن ممنوع است. مثل خیلی از فیلم‌هایی که این عدد مثبت 14 کنارشان نقش می‌بندد. اما 12-13 ساله‌های غزه از همه همسن و سال‌هایشان در دنیا بزرگتر. سانوزو کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما. شهادت 32 فلسطینی در یک هفته اخیر در کرانه باختری. صهیونیست‌ها علاوه بر دو رزمنده مقاومت در طولکرم، یک دختر نوجوان را هم در جنین به شهادت رساندند. هلال احمر فلسطین با اعلام شهادت این دختر 16 ساله گزارش داد نظامیان اشغالگر به مدت 30 دقیقه مانع از حضور امدادگران برای نجات جان این کودک فلسطینی شدند. این دختر بچه در جریان حمله موشکی به یک منزل تحت محاصره در منطقه کفردان در غرب جنین به شهادت رسید. 4 خبرنگار از جمله 2 عکاس هم در جریان یورش اشغالگران به کفردان زخمی شدند. در نابلس نظامیان رژیم صهیونیستی یک کودک فلسطینی را بازداشت کردند. بر اساس اعلام باشگاه اسرای فلسطینی، صهیونیست‌ها از شامگاه گذشته 22 نفر را در سراسر کرانه باختری بازداشت کردند. بر اساس گزارش منابع میدانی، نظامیان اشغالگر با محاصره یک خانه در طولکرم 2 مبارز فلسطینی را هم در این اردوگاه به شهادت رساندند. فرمانده نیروی زمینی رژیم صهیونیستی از سمت خود استعفا داد. خبر این استعفا ساعاتی پس از آن منتشر شد که یک نظامی صهیونیست صبح امروز در عملیات کمین گردانهای شهدای الاقصی و حماس در اردوگاه طولکرم در کرانه باختری به هلاکت رسید.
در این عملیات که در محور القانم در اردوگاه طولکرم انجام شده، شماری از نظامیان صهیونیست نیز زخمی شدند. دو روز پیش هم 3 نظامی صهیونیست در عملیاتی در الخلیل به هلاکت رسیدند. روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم به نقل از منابع امنیتی تاکید کرد کرانه باختری از بمب ساعتی به بمب در آستانه انفجار تبدیل شده است. حزب الله لبنان در 7 عملیات، تجمعها، پایگاه‌ها و تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست را با انواع سلاح‌های سنگین هدف قرار داد. حالا با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی صحبت کنیم. آقای عظیم‌زاده، خدمت شما عرض سلام دارم. بفرمایید که حزب الله کدام مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی رو در چه مناطقی هدف قرار داده و نظامیان صهیونیست به کدام مناطق در جنوب لبنان حمله کردند؟ خانم خلجی، بینندگان محترم سلام، شبتون بخیر. حزب الله لبنان لحظاتی قبل یک بیانیه دیگه هم صادر کرد. تعداد بیانیه‌های حزب الله به 8 رسید. از انجام 8 عملیات خبر داد. حزب الله 3 تجمع نظامیان صهیونیست رو، یکی رو در پایگاه سماقه در بلندی‌های تپه‌های اشغالی کفرشوبا، دیگری رو در پایگاه راهب و همچنین پایگاه برکت ریشا در شمال غربی سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. استحکامات پایگاه رادار در بلندی های مزارع اشغالی شبعا هم دیگر هدف عملیات امروز تهاجمی حزب الله بود. یک ساختمان که محل استقرار نظامیان صهیونیست بود، حزب الله به وسیله موشک‌های هدایت شونده خودش در شهرک نظامی المناره هدف قرار داد. همچنین تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست رو حزب الله در 3 پایگاه راهب، جرداه و همچنین العاصی به وسیله موشک‌های هدایت شونده خودش باز هم هدف قرار داد. نظامیان صهیونیست از پایگاه متله عصر امروز به سمت یکی از شهروندان لبنانی در مسیر حمامس به خیام تیراندازی کردند. این شهروند لبنانی همکار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موسوم به یونیفل در منطقه خیام در جنوب شرقی لبنان بود. در جریان این حمله این شهروند لبنانی به شدت مجروح شد و به بیمارستان مرجعیون منتقل شد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم از صبح امروز تا الان به 3 منطقه مختلف در جنوب لبنان از جمله به مارنورس و مرکبا حمله کردن. در حمله این جنگنده ها به مرکبا به اعلام وزارت بهداشت لبنان 4 شهروند لبنانی مجروح شدن. بله، خیلی ممنونم، متشکرم از گزارش شما آقای عظیم‌زاده، همکارم در مرز لبنان با فلسطین. با بالا گرفتن اعتراض ها در سرزمین های اشغالی در پی کشف اجساد 6 صهیونیست، شبکه های فارسی زبان خارجی یک پرسش مطرح می کنند: آیا صهیونیست ها راه حلی برای برون رفت از بحران دارند؟ شما فکر میکنید میشه توی عملیات این منطقه واقعا کاری کرد؟ سایه ناامیدی بر سر شبکه‌های فارسی زبان خارجی هر بار بعد از انتشار خبری از سرزمین‌های اشغالی. روزهای بسیار پر تشنج را اسرائیل کلاً طی می‌کنه. ناامید از عملیات آزادسازی صهیونیست‌های دستگیر شده توسط فلسطینیان. به نظر میاد درون کابینه اسرائیل به جای اینکه یک اتحادی باشه به گفته کارشناسان بین نخست وزیر و وزیر دفاع، این دو نفر به نوعی با همدیگه هم وارد جنگ شدن. آتش جنگشان دوباره زمانی شعله ور شد که جسد 6 صهیونیست دیگر را پیدا کردند و صهیونیست‌ها با شعار قاتل به استقبال مقاماتشان رفتند. شعار قاتل متوجه آقای نتانیاهو شده. هرگز ما چنین جمعیتی رو در خیابان‌ها ندیده بودیم، هرگز چنین اعتصاب کارگری گسترده در اسرائیل سابقه نداشته. این یک دوپارچگی هستش که در داخل جامعه اسرائیل به وجود اومده از 7 اکتبر و همچنان میرود و عمیق‌تر میشود. میگویند اعتصابات سراسری بی سابقه است و صهیونیست‌ها امیدی برای حل بحران ندارند. سطح فشارهای اجتماعی که در داخل اسرائیل این به طرز همینطور که تو برنامه‌تون گفتین، خیلی چیز خاصی، یعنی خیلی جدیدی. مردم یک نوری رو در اون پایان اون خط نمی‌بینن. امروز واقعا غیر منتظره بود این است که امشب در تل آویو یکهو بدون هیچ برنامه ریزی ساعت 7:30 شب مردم دوباره به خیابون‌ها اومدن. در سال‌هایی که من اوضاع داخلی اسرائیل رو از نزدیک دنبال می‌کنم، هرگز ما یک چنین شکاف اجتماعی و سیاسی نداشتیم. بسیار وخیمه، بسیار بسیار وخیمه، در حدی که مثلا اتحادیه کل کارگران هستدرود
میآید و اعتصاب عمومی اعلام میکنه. این میهمان پایه ثابت شبکه‌های فارسی زبان در تحلیل اوضاع سرزمین‌های اشغالی این گونه جنبندی میکند. همین الان خود ناظران اسرائیلی میگن دیگه یه شکاف عمیق وجود داره بین جامعه، نه تنها جامعه مدنی، بین جامعه اطلاعاتی امنیتی نظامی و کابینه نتانیاهو. این خیلی مهمه. یه شکاف عمیق ساختاری است. عاطف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما. نشست سران مجمع همکاری چین و آفریقا فوکا که در پکن آغاز به کار کرد. در این نشست 5 روزه که با حضور سران بیش از 50 کشور آفریقایی برگزار می شود، موضوعهای مختلفی از جمله در حوزه تبادل فناوری های کشاورزی، استفاده از منابع انرژی پاک، بهبود سامانه بهداشتی در آفریقا و گسترش دسترسی کشورهای آفریقایی به بازار فناوری های دیجیتال بحث و گفتگو می شود. رئیس جمهور چین در حاشیه این نشست با رهبران کشورهای آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی، گینه، اریتره، سیشل، جیبوتی، توگو، کومور، مالی و جمهوری دموکرات کنگو دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد. شی جین پینگ در این دیدارها تاکید کرد پکن بیش از گذشته درهای همکاری را به روی کشورهای آفریقایی باز خواهد کرد. بر اساس داده‌های منتشر شده اداره کل گمرک چین، تجارت این کشور با آفریقا در سال جاری 5.5% افزایش یافته و به حدود 166 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. نهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت با پیام رئیس جمهور و با حضور میهمانانی از 26 کشور در دامغان برگزار شد. در این مراسم جمعی از سیاستمداران داخلی و خارجی درباره آخرین وضعیت مقاومت، دیپلماسی مقاومت، نقش شهید امیر عبداللهیان در مقاومت، سیره حضرت امام رضا علیه السلام و جهاد در غربت سخنرانی کردند. نهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت با حضور مهمانانی از 26 کشور دنیا در دامغان برگزار شد. به منظور تجلیل از مجاهدان و مبارزانی که در کشورهای مختلف فعالیت‌های علمی، فرهنگی، نظامی انجام میدن. هدف اصلی دفاع مظلومین، آزادی مستضعفان جهان. رئیس جمهور در پیامی به اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت از نقش شهید حسین امیر عبداللهیان وزیر فقید امور خارجه در دیپلماسی مقاومت تجلیل و از وی به عنوان امیر دیپلماسی یاد کرد. تعبیر مقام معظم رهبری مد ظل العالی به مصابه وزیر خارجه پرکار، فعال، با ابتکار، مذاکره کننده قوی و باهوش. سردار احمد رضا رادان فرمانده انتظامی کشور در این مراسم با بیان اهمیت جبهه مقاومت و ضرورت پشتیبانی از این میدان نبرد گفت اگر جبهه مقاومت نبود امروز رژیم صهیونیستی به عنوان منفورترین رژیم دنیا مطرح نمی شد. یک روزی فلسطین تنها بود، لبنان غریب بود، اما یک مرتبه آزادگی در یمن، در عراق، در سوریه، در همه کشورهایی که آزاد مرد و آزاد زن با این نهضت تربیت کرده پویا میشد. نصیر عبدالمحسن عبدالله سفیر کشور عراق در ایران نیز با قدردانی از خدمات شهید امیر عبداللهیان گفت ایشان یک توانایی های دیپلماتیک و علمی و اخلاقی بسیار ارزنده ای داشتند. ابراهیم محمد دیلمی سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید کرد شهید امیر عبداللهیان موضعی سخت گیرانه در قبال استکبار داشت و همواره در کنار مردم مظلوم یمن و دیگر ملل مسلمان بود. از مسائل مربوط به مستضعفین و مظلومین کل جهان و نه فقط جهان اسلام مدافع سرسخت حقوق این مظلومین بود. در پایان این مراسم از خانواده شهید امیر عبداللهیان و شخصیت‌های تأثیرگذار در مبارزه با استکبار جهانی قدردانی شد. قریب، خبرگزاری صدا و سیما، دامغان. کیفرخواست پرونده پرشاکی خودروی تراوت نوین صادر شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت در این پرونده با 27000 شاکی و 28 متهم کیفرخواست‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی صادر شده است.
جهانگیری افزود برای این شرکت درخواست انحلال هم داده شده. به گفته سخنگوی قوه قضاییه برای شرکت شیرین نوش سبا تاک نیز کیفرخواست و تقاضای انحلال صادر شده است. بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور گفت بیشتر بانک ها و مؤسسات اعتباری در 5 ماهه امسال در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام مسکن و فرزندآوری عملکرد قابل قبولی نداشتند. آقای حسینی گفت این بانک ها سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را رعایت نکرده و در این مدت فقط به 36% متقاضیان معرفی شده تسهیلات پرداخت کردند. به گفته بازرس سازمان بازرسی کل کشور، تأخیر در پرداخت تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود قانونی تخلف است و مراجع نظارتی و قضایی با کلیه عوامل و مسئولان مرتبط برخورد کیفری و انتظامی می کنند. توسعه همه‌جانبه سواحل مکران در اولویت است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بندر چابهار تأکید کرد وزارت دفاع با تمام توان در کنار دیگر وزارتخانه‌ها به توسعه سواحل مکران کمک خواهد کرد. بندر چابهار کلید توسعه سواحل مکران. قرار گرفتن چابهار در مجموعه شبه قاره هند میتواند با توجه به اهمیتی که این بازی در مجموعه شبه قاره هند دارد، این نزدیکی خودش میتونه یکی از اون سرمایه گذاری های پایداری رو برای مجموعه شستان باشه. بندری راهبردی که مهمترین پایگاه اقتصادی و تجاری جنوب شرق کشور است. ظرفیت های بیبدیلی هنوز بالقوه است و بالفعل نشده و نیازمند همگرایی و همافزایی عزیزانمون در پایتخت به ویژه در بحث سازمان برنامه بودجه. برای توسعه بندر چابهار در سالهای گذشته ریلگذاری های زیادی شده است. الان در راه آهن 53 تا کارگاه فعال داره. حدود 10 کیلومتر تونل بوده. تونلا تموم شده. کار داره الان از اون سمت ریلگذاری داره انجام میشه. در حوزه بزرگراه 6 تا کارگاه فعال ما داریم. اما با وجود این همه خدمات ارزنده، به نظر می رسد این بندر راهبردی هنوز از رسیدن به چشم‌انداز بلند بالای خود فاصله دارد. من مصوبات مقام معظم رهبری رو دیدم، یعنی اگر این مصوبات دولت‌های قبل اجرا می کردند، امروز دیگه نمی گفتیم چابهار 40-50% آب پایدار نداره. و حالا با روی کار آمدن دولت 14 به نظر می رسد توسعه همه جانبه این بندر بیش از پیش قوت گرفته. حتما هر کاری از دستمون بر بیاد مطمئن باشید در اولویت اول برای چابهار ما هزینه میکنیم، ولی با از کل دولت باید این رو بخوایم. اینم شما الا ان شاء الله پیگیریایی که آقای نماینده در تهران میتونن انجام بدن، خانم دکتر الحمدلله فعالا میتونن انجام بدن، استاندار محترمم که دارن تلاش میکنن، بله ما هم کمک میکنیم. سرمایه گذاری دولت در چابهار هم برای مردم این منطقه و هم برای کشور بسیار سودمند است. مسائل و مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد قرار است توسط وزیر دفاع جمع‌بندی و به هیئت دولت ارائه شود. خالد بلوچی، آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر چابهار. چند خبر دیگر از کشورمان. معاون اول رئیس جمهور مصوبه داروهای وارداتی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی، دارو، شیر خشک ویژه اطفال و نهادهای دامی و کشاورزی به 1% کاهش می‌یابد. آغاز انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1403 از فردا. داوطلبان تا یک شنبه هفته آینده فرصت دارند، اما پلیس فتا هشدار داده داوطلبان مراقب باشند دام کلاهبرداران در پوشش انتخاب رشته و قبولی تضمینی نیفتند. پیکر زنده یاد بهمنی، غزل‌سرای نامدار ایرانی، بر دستان مردم قدرشناس بندرعباس تشییع شد و در تالار شهید آوینی این شهر آرام گرفت. استاد محمد علی بهمنی 9 شهریور به علت عارضه مغزی در 82 سالگی درگذشت. یک لنج ایرانی با 6 ملوان ایرانی و هندی به علت شرایط نامساعد جوی در آب‌های سرزمینی کویت غرق شد. روزنامه الجریده کویت از کشف پیکر 3 ملوان ایرانی خبر داد. عملیات جستجو و نجات 3 ملوان دیگر در آب‌های کویت همچنان ادامه دارد.
بارش شدید باران در عربستان سیل به راه انداخت. سیلاب در برخی مناطق عربستان باعث مسدود شدن خیابان‌ها شد. در شهر جده هم مدارس به تعطیلی کشیده شد. فصل چهارم برنامه برو پی کارت به منظور راهنمایی دانش آموزان در انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی ویژه که انتخاب رشته کنکور 1403 تهیه شده. این برنامه که پخش آن از 24 مرداد آغاز شده ساعت 23 امشب و فردا شب هم از شبکه امید ادامه می‌یابد. میخوام به کجا برسم؟ آیا حاضری پشت کنکور بمونی؟ میگه نه. برنامه‌ای برای راهنمایی دانش آموزان در انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی. کارنامه اومد، همراهش دفترچه‌های انتخاب رشته میاد. نتیجه کنکور اومد، سربازی قبول شد. عالی بود. پروفه کارت ویژه برنامه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری 1403 است. ما دانشگاه فرهنگیان رو زدیم ولی ما رو به مصاحبه دعوت نکردن. دیگه خبر، رشته برشته، راه بلد و رشته چین از جمله بخش های این برنامه هستند. فنون چیدن لیست انتخاب رشته رو بچه ها اینجا یاد میگیرن. هر شب ما خدمت یکی از مشاورها هستیم تو گروه های ریاضی، انسانی، هنر و همه رشته ها و اینجا در واقع یه لیست انتخاب رشته براشون بسته میشه. فصل چهارم برو پی کارت یک پویش هم دارد، فرصتی برای شنیدن تجربه ها. یه پویشی هم داریم، پویش دوربرگردون هست که اونجا بچه ها میتونن شرکت کنن، قصه هاشون رو بفرستن و بگن که ما هم از رشتمون شاید ناراضی باشیم، دوربرگردون زدیم اما تو رشته دومی که داریم تحصیل میکنیم خوشحالیم و حالمون خوبه. اگه توی خانواده، دوست و آشنا یا اطرافیانت از این آدم ها سراغ داری، قصه شون رو خیلی راحت برامون بفرست. یه صوت خیلی کوتاه یا یه متن چند خطی به آدرس شبکه اجتماعیمون برو پیکارت _ TV. پخش این برنامه تا 14 شهریور ادامه دارد. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما. خانواده 3 نفره همدانی 7 نفره شدند. مادر این خانواده در دومین زایمان 4 قلو به دنیا آورد. بانوی 28 سالی اسدآبادی در دومین زایمان خودش 4 قلو به دنیا آورد. واقعا این نعمتی که خدا به ما بخشیده، شکر گذار خداوند هستم. خانواده آقای قاسمی یه فرزند دختر داشتن که حالا 3 پسر و 1 دختر هم به اونها اضافه شده. آقا محمد جواد، آقا حسین، رستا خانم، آقا یاسین. 4 قلوهایی که در 37 هفتگی به دنیا اومدن. به خاطر نیاز به حمایت تنفسی و وضعیت شیر خوردنشون و به خاطر نارست بودنشون نیاز به بستری داشتن و خدا رو شکر همه شرایطشون خوب هست و احتمالاً در 2-3 روز آینده ترخیص میشن. سلام. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هم با حضور در بیمارستان و اهدای هدایایی از حمایت ویژه از این خانواده خبر داد. با توجه به اینکه 4 قلو هستن، هماهنگی که با وزارت کشور انجام شد، قرار شد که انشاءالله طبق تبصره‌ای که هست خارج از نوبت کد ملی این عزیزان دریافت بشه و ارسال کنیم برای وزارت راه و شهرسازی برای اینکه سریعتر این بحث حالا یا زمین رایگان یا واحد مسکونی به این عزیزان تعلق بگیره. ستاد اجرایی فرمان امام حمایت‌هایی رو داره، حمایت‌هایی هست که بهزیستی بالا به 3 قلو بالاترها هستی حمایتی و یک حال حقوق ماهانه بهشون تعلق میگیره. بیش از 1 سال گذشته همه خدمات به زوج‌های نابارور با پوشش بیمه کامل ارائه میشه. جمشیدی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان. از سرگیری سفرهای عمره مفرده از 2 هفته دیگر، رئیس سازمان حج و زیارت گفت ثبت نام دارندگان فیش‌های عمره از 17 شهریور آغاز می‌شود و از 28 شهریور تا 30 آذر 90 هزار نفر به خانه خدا مشرف خواهند شد. در این مرحله از اعزام معتمرین مراحل اعزام تعریف کردیم. مرحله اول اعزام ما 28 شهریور ماه تا 30 آذر ماه می‌باشه و مرحله بعدی ما از 1 دی ماه تا پایان عملیات عمره است. در این مرحله اول ثبت نام که از 17 شهریور ماه آغاز میشه، ما استانها را به چند دسته تقسیم کردیم. روز اول ثبت نام ما که 17 شهریور ماه میشه 2 استان، روز بعد
9 استان، 20 شهریور ماه 15 استان و نهایتاً 1 مهر ماه 6 استان را ثبت نامشون را انجام میدیم. آقای حسینی همچنین از 6 میلیون نفر دارنده فیش حج خبر داد و گفت زائران برای اطلاع بیشتر به تارنمای سازمان حج به نشانی حج.ir مراجعه کنند. با تعمیدات انجام شده و مدیریت قیمت‌ها و هزینه‌ها ما سعی کردیم که قیمت عمره در فصل جدید افزایشی نداشته باشه، لذا ما در این مرحله از اعزام که اعزام‌های مربوط به 28 شهریور ماه تا 30 آذر ماه هستند در کف گروه‌های قیمتیمون هزینه سفرمون برای 10 روز سفر زیارتی عمره، 5 روز اقامت در مدینه منوره و 5 روز در مکه مکرمه 43,200,000 تومان و برای گروه‌های قیمتی بالاتر 46,000,000 تومان در نظر گرفته شده. مراسم تشییع پیکر شهید فرشید میریان از سربازان مرزبانی کردستان با حضور جمعی از مسئولان استان برگزار شد. سرباز وظیفه فرشید میریان از نیروهای مرزبانی گروهان مرزی بسام سقز بود که امروز به هنگام پایش و کنترل نوار مرزی به شهادت رسید. پیکره این شهید پس از مراسم تشییع در سنندج برای خاکسپاری به زادگاهش در نورآباد لرستان منتقل شد. آب دریاچه ارومیه قرمز شد. مدیر حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت این پدیده در سال‌های گذشته هم رخ داده و علت آن تغییرهای بوم شناختی است. تغییر رنگ آب دریاچه ارومیه در ماه پایانی تابستان برامون جالب بود. اینجا آبش قرمز شده. این آب قرمزش جذابیت خاصی داره، خیلی خیلی جالب بود واسمون. ولی میگن توی موقعیت خاصی تو سال اینطوری قرمز میشه، الان شنیدیم. من فکر کردم همین نمک صورتی که میگن از همین آبی که الان داریم، آب قرمز از همین جایه. نه، هر سال توی موقع فصل قرمز میشه آبش. قرمز شدن آب دریاچه ارومیه هر سال در فصل گرم سال اتفاق میافتد و دلیل علمی دارد. قرمزی آب دریاچه ارومیه که در واقع سالهای گذشته ما این رو داشتیم، امسال هم شاهدش هستیم، به خاطر تغییرات اکولوژیکی سطح دریاچه ارومیه هستش، به خاطر دمای بالا، تبخیر زیاد از سطح دریاچه ارومیه. یک سری باکتری هایی ما در دریاچه ارومیه داریم، باکتری های شورپسند که بیشتر از نوع هالوباکتریوم ها هستن. این باکتری ها فعالیتشون بیشتر میشه تو این شرایط زیستی و باعث میشه که خیلی راحت نور خورشید رو در واقع جذب و منعکس بکنن. اما آیا این پدیده ی تغییر رنگ جای نگرانی دارد یا نه؟ اتفاقی امر عادی و طبیعی هست و از لحاظ بهداشتی و سلامتی هم برای مردم عزیزمون که از این دریاچه استفاده میکنه هیچ خطر و عارضه‌ای نداره. گردشگرانی که قصد دیدن آب‌های رنگارنگ دریاچه ارومیه رو دارند عجله کنند. با کاهش در واقع دمای هوا، افزایش ورودی آب دریاچه ارومیه در فصل پاییز، این پدیده در واقع از بین خواهد رفت. با وجود پدیده قرمز شدن آب دریاچه ارومیه، آمارها نشان می‌دهد وضعیت این دریاچه نسبت به سال‌های گذشته رو به بهبود است. طبق اعلام شرکت آب منطقه آذربایجان غربی، دریاچه ارومیه امروز 1,470,000,000 مترمکعب آب داره که نسبت به سال گذشته دو برابر بیشتره. ارتفاع آب هم نسبت به سال گذشته 35 سانتی متر بیشتر است. امید شکریزی، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه ارومیه.